فیلم بیداری موضوع رویاوری بخشی از جامعه اروپا به عالم ارواح و جلسات احضار روح به عنوان نیازی برای تسکین رنج ها و کمبود های پس از جنگ است. These boys aren't worried about bumps in the night. They are frightened to death. I know this place, and I don't hold with any ghostly nonsense. فیلم بیداری داستانی درباره ارواح و اشباح و داستان ماورای طبیعی هیجان انگیزی است که در سال 1921 اتفاق می افتد. این سال درست پس از جنگ جهانی اول است که نوعی از بیماری آنفولانزا در سراسر جهان شایع می شود و تنها در بریتانیا 1.5 میلیون نفر از مردم بر اثر آن جان خود را از دست می دهند. و درست پس از این فاجعه و این اندوه بزرگ است که داستان ما اتفاق می افتد. زیرا هسته اصلی این داستان دیدار ارواح است، به این دلیل که ما به چنین دیداری نیاز داریم. این فیلم در فستیوال اخیر لندن به نمایش درآمد و یورونیوز با نیک مورفی کارگردان آن که یکی از نمایندگان سینمای جدید بریتانیا است درباره این سینما گفتگو کرد. And hope that the terror will go away, but it doesn't go away. آنچه سینمای جدید بریتانیا نام گرفته معرف نیرو و یگانگی خاصی است که این فیلم ها می توانند بر اساس آن ساخته شوند. این سینما دارای کیفیتی بالاست که بیشتر مدیون ایفای نقش بازیگران کم در موقعیت های واقعی است. تازه مشکلات و چالش هایی که در زندگی روزمره در جریان است در بخش زیادی از این سینما نیست. فیلم بیداری از 11 نوامبر در بریتانیا و ایرلند اکران خواهد شد. فیلم دیگری که اخیراً در لندن به نمایش درآمد فیلم هنکی دوری است که داستان معلم لجوج و یک دنده است که تلاش دارد در مدرسه در ویلز یک اپرای راک بر اساس نمایشنامه تمپست برگزار کنند. این ماجرا در یک دبیرستان اتفاق می افتد. داستان معلم بسیار ایدئالیستی است که به این مدرسه جامع در جنوب ویلز می آید و می کوشد تا بچه ها را ترغیب کند که نمایشنامه تمپست اثر شکسپیر را با اجرای موزیکال و با استفاده از موسیقی معاصر به روی صحنه بیاورند. اما این اجرای موزیکال به طور ارگانیک به خارج از فیلم کشیده می شود. برای مارک ایوانز به عنوان کارگردان فیلم در سینمای بریتانیا باید تقدم با بیان داستان باشد تا موفقیت تجاری ساده یک فیلم. سینمای بریتانیا بیش از اندازه بر فاکت‌های موثق و بخش کوچکی از زندگی مردم تکیه می‌کند و الزاماً تمام وقت در اندیشه مخاطبان خود نیست، بلکه تنها به داستان‌هایی می‌پردازد که مخاطبان مایل به بیان آن هستند. فستیوال فیلم لندن امسال بیش از پیش میزبان چهره‌ها و سوژه‌های جدید سینمایی بود. آندی دیکسون.